شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید. حال با جاوید روستاپور خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا به تماس هستیم که اونا درباره تازه ترین رویدادها در ارتباط با افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور سلام عرض میکنم. خب گفتم ایشک که صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر افغانستان در یک بیانیه مشترک در مورد شدت سوء تغذی در افغانستان ابراز نگرانی کردن. بله با سلام وقت شما بخیر آقای شکیب. بله همان گونه که شما اشاره داشتین فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی در یک گزارش مشترک گفتند که بحران سوء تغذی در میان کودکان و زنان باردار و شیرده در افغانستان زیر اداره طالبان در سطح هشدار دهنده رسیده است. در گزارش صلیب سرخ و هلال احمر آمده که از ماه ثور تا ماه سنبله سال روان خورشیدی بحران سوء تغذی در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته و 1,700,000 کودک از سوء تغذی شدید و عوامل مرتبط سوی آن رنج میبرند. در این گزارش افزوده شده که فقر میان خانواده از علتهای مهمی بلند رفتن آمار سوء تغذی در میان کودکان و زنان شیرده و باردار است. در حال حاضر 3,200,000 کودک زیر 5 سال و 840,000 زن شیرده و باردار از سوء تغذی حاد رنج میبرند. یافته های این گزارش نشان میدهد که قندهار و پکتیکا گواهی بیشترین شمار سوء تغذی در افغانستانند و با آغاز فصل زمستان تلفات ناشی از سوء تغذی در این ولایت‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش مشترک همچنان آمده که قندهار با بیش از 103,000 کودک زیر سن 5 سال و 41,354 زن باردار و شیرده در جایگاه نخست و پکتیکا با بیش از 47,000 کودک در جایگاه دوم قرار دارد. بله خب طالبا از کشته شدن دو عضو داعش به شمول یک پاکستانی در ولایت کنر گزارش داده. بله مروی محلی از میان طالبان در ولایت کنر گفتند که نیروهای این گروه دو عضو داعش به شمول یک شهروند پاکستان را در ولسوالی مانوگای این ولایت کشتند. به گفته منابع این افراد در ساحه شورک ولسوالی مانوگای کشته شدند. به اساس اطلاعات منابع این افراد چندی پیش در ساحه دره دیوگل ولسوالی چوکی کنر یک موتر نظامی نوع رنجر طالبان را منفجر کردند که تلفات زیادی به افراد این گروه وارد شده بود. مسئولان محلی طالبان به گونه رسمی در کنر در مورد این رویداد فعال اظهار نظر نکردند. طالبان همچنان اعلام کردند که یک گروه از اعضای داعش را در ولایت غور از بین بردند. زبیرالله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر بیانیه گفته که رهبر و یک عضو کلیدی این گروه در عملیات استخبارات طالبان کشته و شماری از اعضای آن بازداشت شدند. سخنگوی طالبان تأکید کرده که این افراد از بلوچستان پاکستان رهبری می شدن. بله خب گزارش ها میگه که طالب با حذف تصاویر موجودات زنده از وبسایت های وزارت خانه ها آغاز کردن. بله بله حذف تصاویر انسان ها و موجودات زنده از وبسایت های رسمی ادارات و وزارت خانه افغانستان آغاز شده. وزارت تسلیحات عالی طالبان تمامی تصاویر و ویدیوهای مربوط به فعالیت‌های خود را که در آن تصاویر انسان‌ها از جمله عکس میرزا محمد ندیم سرپرست این وزارتخانه بود حذف کرده و به جای آن از تصاویر ساختمان‌ها و نمادها استفاده کرده و بسیاری از خبرها و متن‌ها هم بدون عکس منتشر شده. در این وبسایت برای خبرها، اعلامیه‌ها، آگاهی‌ها و داوطلبی‌ها، آگاهی‌های استخدام، آموزش های الکترونیکی عمدتاً از تصاویر انیمیشن و گرافیکی استفاده شده و در آخرین اعلان این وزارت در مورد آموزش های و تعلیمات الکترونیکی تصویر یک انسان که از نایه گلو و بالا قطع شده است دیده می شود. در همین حال نگاه محمد ندیم سرپرست وزارت تسلیحات طالبان در سفرش به ولایت خوست به خبرنگاران اجازه تصویر برداری انجام سخنرانی خود در این نشست نداد. همچنین وزارت عدلیه طالبان تصویر وزیر خود را از وبسایتش حذف کرده و خبرها و میتون را بدون
متن ها را بدون عکس و یا تصاویر با ایجاد با گذاشته تصاویر ساختمان ها نشر کرده. این در حالی است که به اساس برخی گزارش ها طالبان قرار است پخش تصاویر زندجان ها را در تلویزیون های خصوصی و ملی کشور نیز ممنوع کنند و در این زمینه ماموریت پخش تصاویر موجودات زنده در تلویزیون های برخی ولایات افغانستان از جمله در ولایت های تخار و بدخشان و کندوز آغاز شده و تلویزیون ملی طالبان در تخار به همین دلیل فعالیتش متوقف شد. بله خب بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا شما را به خدا میسپارم و وقت خوش برتان آرزو میکنم. وقت شما هم خوش، خداحافظ. ناصرتان. بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. اس بی اس دری را در فیسبوک تعقیب کنید.